تشکر از شما و با درود خدمت هموطنان عزیز بینندگان برنامه وایس آف امریکا. وقتی گزارش ها منتشر میشه طبیعتاً بعضی وقتها به زمانهای مختلف اشاره میشه که در دوران گذشته چگونه بوده. سوال کلی که مطرح هست این هست که نقض حقوق اقلیت های دینی در ایران چه ابعادی پیدا کرده در مقایسه با موارد نقض حقوق اقلیت های دینی پیش از انقلاب؟ خب به هر حال در قانون اساسی دوران مشروطه هم کم و بیش مسئله مذهب رسمی، مسئله به رسمیت شناختن تنها یک عده از غیر مسلمانان در ایران و مسائلی از اون قبیل وجود داشته. یعنی در قانون اساسی مشروطه هم اقلیت‌های یهودی، مسیحی، زرتشتی جزو شهروندان درجه دو بودند که الان هم هست. منتها در دوران قبل از انقلاب و به تدریج هرچی که ایران بیشتر روابط بین‌المللیش توسعه پیدا می‌کرد و مردم بیشتر با مسائل خارج از محیط صرف خودشون آشنا می‌شدند، طبیعتاً این مسئله رقیق‌تر می‌شد و به خصوص عدم اصرار بر اجرای اون مفاد مربوطه در قانون اساسی مشروطه باعث می شد که در 50-60 سال قبل از انقلاب غیر مسلمانان هم خودشون رو ایرانی بدونن، خودشون رو تا حدودی مساوی بدونن و در فعالیت و در پیشرفت مملکت مشارکت بیشتری داشته باشن. بعد از انقلاب طبیعتاً شاید حتی در عکس العمل به اون آزادی هایی که به تمام شهروندان ایرانی به نسبه داده شده بود برگشت کرد حکومت جدید به دوران ماقبل مشروطه حتی و در بعضی موارد به فرم خیلی شدیدتری، شاید برای جبران و برای از بین بردن پیشرفت‌ها و آزادی‌هایی که بخشی از شهروندان ایران بدون توافق حضرات بهش رسیده بودند. بنابراین قوانینی که وضع شد در ایران از قانون اساسی گرفته تا قوانین مدنی و قوانین عرض کنم جزایی ذره به ذره و دانه به دانه شامل مفادی شد که مشخصاً اون اقلیت هایی که به رسمیت شناخته شده بودند رو دوباره برگردونه به مقام شهروند درجه دو و اون اقلیت هایی که به رسمیت شناخته نشدند مانند بهائیان که بزرگترین اقلیت غیر مسلمان ایران هستند اونها رو تقریبا از کلیه حقوق شهروندی و حتی حقوق زندگی و ارتزاق هم از نظر قانونی ساقط کردن. اجازه بدید اینجا نگاهی هم داشته باشیم با این پیشینه تاریخی که به اون اشاره کردید که غیر از دولت مردم تا چه اندازه در این موارد نقض حقوق اقلیت ها تأثیر مثبت یا منفی داشتن؟ این چگونه تغییر کرده اگر تغییر کرده؟ خب شکی نیست که خود عقاید و یا تعصبات مردم هم در دولت وقت هر دولتی که باشه مانند سطح فرهنگ مردم منعکس میشه و بنابراین خود مردم هم در مجموع اعتراض علنی یا شفافی به این مسائل نداشتن. از طرف دیگه ما همه میدونیم که گرفتاری ها و دردسرهایی که تمام ما ایرانیان از مسلمان یا غیر مسلمان حتی از داخل کشور یا خارج کشور هر کدام ما داشتیم و داریم اینها خود مردم را مشغول بیشتر به گرفتاری های خودشون میکرده و بنابراین با وجود انعکاسی که فرهنگ و یا عقاید مردم در دولت بعد از انقلاب داشته ولی به هر حال ظلمی که بر تمام مردم ایران رفته چیزیست آنقدر بزرگ که شاید تعصباتی که در داخل جامعه نسبت به اقلیت ها وجود داره در مقابلش رنگ ببازه. از طرف دیگه نکته بسیار شایان توجهی که در مملکت ما وجود داره این هست که مثلا
ما میبینیم در بسیاری از جاهای دنیا رفتار مردم بر علیه یک یا چند اقلیت خودشون شدیدتر هست از قوانین و رفتار دولتشون. در ایران برعکسه، یعنی در ایران قوانینی وجود داره که واقعا شرم‌آور از نظر جامعه بشری، از جمله این که مثلا همه میدونیم مثلا ارزش زن را از نظر قانونی نصف مرد میگیرن، یا بعضی اقلیت‌های دینی در ایران اصولا واجب القتل یا قابل کشته شدن هستن بدون قصاص یا بدون دیه. حتی قوانینی در ایران وجود داره که مردم اگر قرار بود به این قوانین احترام میگذاشتن یا حتی بهش اعتقاد میداشتند، تا کنون تمام اقلیت ها از جمله بخشی از خود مسلمانان در ایران ریشه‌کن شده بودند. چرا اینطور نشده؟ به خاطر اینکه مردم ما چه از جنبه دارا بودن مهربانی سنتی و چه از نظر بی‌اعتنایی به افراط و تفریطی که در قوانین دولتی ایران وجود داره، اصولا رفتار عمومیشون با غیر مسلمانان رفتاری بسیار استثنایی و قابل تقدیر هست و بسیار انسانی هست، چه در مقام همسایگی و غیره. البته یک مسئله وجود داره و اون این است که همیشه بخشی از مردم منتظرن که زمانی که درگیری در اجتماع، در کار و در زندگی و در بازار و در غیره به وجود میاد، حد اکثر استفاده را از قوانین بر علیه طرف خودشون انجام بدن. بنابراین در زمانی که درگیری های قانونی و حقوقی و غیره پیش میاد، غیر مسلمانان در ایران بسیار در مضیقه هستن و معمولا هم در دعواهای حقوقی به شدت از اون قوانین استفاده میشه بر علیهشون. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر ممکن هست برگردیم به این گزارش. در بخش اول صحبتتون هم اشاره کردید که وضعیت نقض حقوق بشر از دید شما تابعی بود از روابط ایران با جامعه بین الملل. صحبت از رابطه آمریکا با ایران مطرح است، صحبت از خارج شدن ایران از انزوا و بازگشت به جامعه بین المللی مطرح است. این تا چه اندازه میتونه بر اساس این گزارش موثر باشه در این مورد؟ خب این گزارش از طرف یک مؤسسه مشخصی ارائه شده که متفاوت هست از گزارش خود وزارت خارجه. گزارشش بسیار دقیق‌تر و بسیار مؤثرتر، چون مستقیم به پرزیدنت، به رئیس جمهور در واقع، به وزارت خارجه و به کنگره آمریکا مستقیما پیشنهاد میده که در مقابل این تحقیقاتی که کردن چه بکنند. اینها مشخصا خواستند ضمن انتقاد حتی به دولتین گذشته و حال آمریکا که در این روابط تزریق حقوق دینی و نه تنها اون، بلکه تزریق حقوق کسانی که دین یا اعتقاد ندارند، مشخصا خواسته از دولت آمریکا که نه تنها کلیه روابطش رو با ایران بر مبنای فشار در رابطه با آزادی‌های دینی در ایران قرار بده، بلکه مشخصا خواسته که تمام زندانیان دینی که در ایران در زندان‌ها وجود دارن، از بهایی و مسیحی به خصوص و از دراویش و غیره، آزاد بشن. و حتی پیشنهادهای بسیار خاصی کرده که اون منابع تولید تنفر دینی و عقیدتی در ایران مشخصا تعطیل بشن، و نمونه زده که روزنامه کیهان که زیر نظر رهبری هست در ایران موظف بشه که این آقای شریعت مداری رو که به اسم ازش اسم بردن رو، که به عنوان بزرگترین منبع تولید نفرت قومی و دینی و سیاسی و عقیدتی هست، رو اخراج بکنن، که ثابت بکنن که خود رهبری در ایران کوچکترین علاقه داره برای رسیدگی به حقوق شهروندان. سپاسگزارم آقای فریال نیکبخت که در این فرصت با ما بودید در کمیته دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی.